ملی کشتی ایران موفق شد در 29مین دوره جام دو روزه تختی بر رقبایی از 10 کشور جهان چیره شود. کشتیگیران ایرانی با کسب 68 امتیاز در سر جدول قرار گرفتند. تیم روسیه با 30 امتیاز و آمریکا با 19 امتیاز مقام‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. در این مسابقات که در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، 88 کشتیگیر از ایران و 52 کشتیگیر از روسیه، ازبکستان، آمریکا، کوبا، ترکیه، اوکراین، ترکمنستان و عراق شرکت داشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو کشتیگیر اول آمریکا به نام‌های مایک تامیلو و مایک زادیک که پیش از این مدال المپیک 2008 را به گردن آویختند، در بازی‌های افتتاحیه خود از رقبای ایرانی شکست خوردند. سپس تامیلو در رقابت بعدی خود توانست کشتیگیری از ایران را شکست دهد و به مدال برنز دست یابد. وی از طرف تماشاگران ایرانی هم مورد تشویق قرار گرفت. به گزارش وبسایت رسمی کشتی آمریکا، 4 کشتیگیر دیگر آمریکایی نیز روز جمعه به رقابت با کشتیگیران دیگر پرداختند که از بین آنان تریول دلانگف با پیروزی در مقابل هادی پروی از ایران، واسیلی تسمینسکی از اوکراین و احمد رسولی از ایران و با شکست در مقابل فردین معصومی برنده نقره جهان در سال 2006 موفق شد مدال برنز را با یک ایرانی دیگر به نام امیر قاسمی منجزی تقسیم کند. پس از کسب این مقام، کشتیگیر آمریکایی در اقدامی ورزشکارانه لباس کشتی خود را با یک کشتیگیر ایرانی عوض کرد. 3 کشتیگیر دیگر آمریکایی، کومن سکات، شان بانچ و زک اسپوزیتو که در روز دوم مسابقات شرکت داشتند، موفق به کسب مدال نشدند. با این نتایج آمریکا پس از ایران و روسیه به مقام سوم دست یافت. زیک جون، سرمربی تیم کشتی آمریکا، درباره این مسابقات آمریکا گفت: رقابت با کشتیگیران ایرانی همیشه فرصت جالبی بوده است. ایران کشور مهمی در کشتی محسوب می شود و این رقابت ها یکی از بهترین مسابقات قهرمانی دنیا است. چنین رویدادهای ورزشی می تواند نقش مهمی در بهبود روابط بازی کند. این رقابت‌ها در حالی برگزار می‌شود که دولت جدید آمریکا به دنبال روش‌هایی برای تعامل با جمهوری اسلامی و تلاش برای ترمیم روابط دیپلماتیک میان دو کشور است. دو کشور از سال 1980 روابط دیپلماتیک مستقیم با هم نداشتند. این یک تورنمنت بزرگ است. تیم ما تقریبا 10 سال است که در این تورنمنت شرکت می‌کند و ما از بودن در این مسابقات خوشحالیم. من فکر می‌کنم کشتی می‌تواند کشورهای مانند آمریکا و ایران را به یکدیگر نزدیک کند. این مسئله بسیار خوبی است، نه تنها برای ورزش، بلکه حتی برای مردم. وقتی کشتی مردم را به یکدیگر نزدیک می‌کند، می‌تواند تأثیر مثبت داشته باشد. به گزارش وبسایت کشتی آمریکا، از زمان رقابت در جام تختی برای اولین بار در سال 1998، تقریباً پس از 20 سال غیبت، این 8مین دوره‌ای است که آمریکا تیم خود را برای رقابت در جام تختی به ایران فرستاد. نوئل تامسون، یکی دیگر از کشتیگیران آمریکایی حاضر در این مسابقات نیست، به خبرنگار تلویزیون واشنگتن گفت: به نظر من وقتی شانسی برای گفتگو بین دو ملت نباشد، مردم تصوراتی از یکدیگر را در سر می‌پرورانند. به همین دلیل ایرانیان فرضیاتی راجع به آمریکا دارند و آمریکایی‌ها هم راجع به ایران. ولی از سوی مردم آمریکا من می‌توانم بگویم که دیدگاه مثبت و خوبی نسبت به مردم ایران وجود دارد. ما فکر می‌کنیم مردم هر کجا که باشند، مردم هستند. I'm from New York, so there is an Iranian population. من در نیویورک بزرگ شدم، جایی که یک جمعیت بزرگ ایرانی وجود دارد و خیلی از دوستان من ایرانی هستند. تیم کشتی ایران نیز در چندین دور از مسابقات در آمریکا شرکت کرده و با کشتیگیران آمریکایی به رقابت پرداخته است.